سلام، جلسه 11 الکترونیکی 1 را آغاز میکنیم. این جلسه حل تمرین خواهیم داشت از بحث ترانزیستورهای BJT، البته بیشتر بحث تحلیل DC این ترانزیستورها. در مثال یک از ما خواسته شده که جریانها و ولتاژ گره ها را حساب کنیم. بله، 3 تا جریان داریم همطوری که میبینید: جریان آی کلکتور، جریان آی بیس و در نهایت جریان آی امیتر رو ما خواهیم داشت. میخواییم این 3 جریان رو در واقع تعیین بکنیم و همینطور ولتاژ ها. این ولتاژ، ولتاژ وی سی، این ولتاژ، این بخشید وی امیتر، جام امیتر، بعد این ولتاژ، ولتاژ وی کلکتور و اینجا هم ولتاژ بیس، اینا رو میخواییم تعیین بکنیم. خب بتا رو به شما 100 داده، وی سی 100 2 دهم و وی بی آن 7 دهم. من فرض میکنم در واقع همیشه در این مسائل، در مسائل مربوط به بی جی تی، وقتی میخواییم بایاس دی سی و اینها تعیین بکنیم، فرض میکنیم که ترانزیستور در ناحیه فعال هست. فرضمون اینه. خب با این فرض اگه من حل بکنم، خب وی بی ای برابر با در واقع 7 دهم هست، یا وی ای بی اینجا، به خاطر اینکه این ترانزیستور، ترانزیستور همونطوری که میبینید در واقع پی ان پی هست، بنابراین در واقع وی ای بی شما برابر با 7 دهم هستش. این قدر مطلقش را در نظر بگیرید، میشه 7 دهم و میتوانید به راحتی با یک به اصطلاح KVL نویسی مسئلتون رو حل بکنید. ناکنید KVL رو اگر من از اینجا بنویسم و در واقع در این مسیری، در یک همچین مسیری من KVL نویسی بکنم، اینجا میتوانم مسئلم رو حل بکنم. چرا؟ چون این جریان چیست؟ جریان در واقع از بالا به پایین هم مینویسم، به خاطر اینکه جهت مثبت جریان ها باشه. خب میدونید که اینجا یک منبع جریان، این منبع ولتاژ این چنینی وجود داره، پس میشه اگه از اینجا شروع کنم که KVL نویسی، منفی 10 و 7 دهم به علاوه 1 کیلو در آی ای، آی ای بتای به علاوه 1 یعنی 101 آی بیس هست همطوری که ملاحظه میکنید. خب به علاوه وی ای بی آن یعنی 7 دهم به علاوه 300 کیلو در آی بی، 300 کیلو در آی بی. این هم چون دی سی هست دیگه اجازه بدید من اینها رو در واقع بزرگ بنویسم، آی هاشو، چون فقط مؤلفه همطور که میبینید دی سی داره. خب این برابر 0، یعنی این که البته این 101 کیلوست، به خاطر اینکه 101 آی بی یعنی آی ای در 1 کیلو بود، میشود با این اوصاف 401 کیلو آی بی برابر است با 10 و 7 دهم، نه 7 دهم، یعنی 10. از اینجا شما به دست میارید که آی بی برابر است با 10 به 401 کیلو. حالا 401 کیلو هم تقریبا اگر ما در واقع 400 به اصطلاح در نظرش بگیریم، 10 به 400 رو خواهیم داشت که مقدارش برای شما خواهد شد 25000 میلی آمپر یا 25 میکرامپر. این جریان بیس هست، 25 میکرامپر جریانی است که ما داریم و از اینجا می توانیم آی امیتر رو به دست بیاریم که اینو با ضرب در 101 بکنیم که مقدارش خواهد شد 25 هست و اینم 25 میکرامپر، یعنی 2.525 میلی آمپر. و آی کلکتور هم میدونید که 2.5 میلی آمپر هست با این اوصاف. خب این از جریان ها. ولتاژ رو من به دست میارم، ولتاژ امیتر هست 10 و 7 دهم، منهای آیه ای در 1 کیلو، آیه ای هم از 2 فلان ضرب در 1 کیلو میشود 2.525، که حالا این مقدار رو ما باید محاسبه بکنیم. بله، 10 و 7 دهم
منهای 2.525 8.175 8.175 ولت. وی کلکتور هست 2 کیلو، ضرب در آی کلکتور خواهد شد 5 ولت. 2 کیلو ضرب در 2.5 میلی آمپر می شود 5 ولت. و در نهایت ولتاژ بیس می شود 300 کیلو ضرب در 25 میکرو آمپر آی بیس. 25 میکرو آمپر ضرب در همونطور که گفتم 300 کیلو که مقداری که در واقع به شما و من خواهد داد 75.20 میلی آمپر. 75.20 زده دفعه من فیسی هم بکنیم 7.5 ولت. بله 7.5 ولت. بسیار خوب، این جواب های مسئله است. اما ما ببینیم اولا ببینیم فرضمون درست بوده یا نه. فرض ما این بودش که این در ناحیه فعالش هست. ببینید وی ای بی رو اگه شما الان حساب بکنید میبینید که خب بله همون 7 دهم تقریبا همون 7 دهم هست و درسته، یعنی 675 هزارمه و این روشنه. اما مسئله خیلی مهم ما این هستش که وی ای سی الان در چه حدودی است. وی ای سی رو من حساب میکنم باید بزرگتر از وی ای سی 100 باشه. وی ای سی الان میبینید 3.175 و این بزرگتر از وی ای سی 100 هست که مقدارش 2 دهم بوده. پس اون شرط فعال بودن که ما اول گذاشتیم برقراره و این حل حل کامل و درستی است. خب این مسئله قسمت بعدی هم داره که این هم در واقع از ما همون خواسته، یعنی مسئله از ما خواسته است که محاسبه بکنیم که جریان ولتاژ ها رو به دست بیاریم. این رو من از راه دیگری حل میکنم. پیش از این من گفتم که ما میتوانیم مقاومتی که در بیس هست از اونجایی که جریانی که ازش عبور میکنه 1 تقسیم بر بتا به علاوه 1 برابر جریانی است که از امیتر عبور میکنه منتقل بکنیم این مقاومت رو به امیتر. به چه ترتیب؟ کافی است این رو تقسیم بر بتا به علاوه 1 بکنیم، یعنی مدار رو تبدیل بکنیم به چنین مداری. اینجا 10.7، اینجا 2 کیلو، به این ترتیب اینجا 1 کیلو با 300 کیلو تقسیم بر 100 تقریبا به تو بلوه 101 تقریبا میتوانیم بگیم 100 میشه 4 کیلو. خب تقریبا یک همچین چیزی رو میتوانیم داشته باشیم. خب سوال این هستش که اینجا رو چند بذاریم. این یه خورده مسئله سازی، اینجا رو چند بذاریم و اون هم برای اینکه اینجا رو به دست بیاریم باید ولتاژ تفنن سر بیس رو در واقع محاسبه بکنیم، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. که خب این هم البته کار سختی نیست که ولتاژ تفننش رو حساب بکنیم، چون که کافی است که در واقع مدار رو از اینجا باز بکنیم و میبینیم که در واقع مقدارش چقدر به دست میاد. یک راه دیگر چی بود؟ این بودش که به جای این کار ما 1 کیلو رو ببریم روی 300 کیلو. این کار هم برای ما باز امکان پذیر بود، یعنی اینکه این بار یک همچین چیزی رو فرض بکنید داشته باشیم، 2 کیلو اینجا باشد و این 1 کیلویی که اینجا بود ضرب در 101 میشه تقریبا 100 کیلو و میره روی این قرار میگیره، روی 300 قرار میگیره میشه 400 کیلو. در واقع یه باری هم میشه این رو ضرب در بتای به علاوه 1 کرد و برد اونجا، این هم تقسیم میشه در واقع اگه بخواد از توی بیس بیاد توی امیتر. دلیلش هم عرض کردم. خب حالا با این اوصاف این بالا هم که 10.7 ولته، با این اوصاف اینجا صفر، فرض این که این روشن هست و در ناحیه فعال خودش داره کار میکنه، اینجا میشه 7 دهم. در واقع این ولتاژ خواهد شد 0.7 ولت. خب 2 سر 400 کیلو خواهد افتاد 10 ولت. 10 ولت به 400 کیلو می شود 25 میکرو آمپر. پس جریان بیس به دست ما 25 میکرو آمپر. جریان کلکتور می شود 100 برابرش، یعنی 2.5
میلی آمپر و جریان میتر هم 101 برابرش هست، یعنی 2.525 میلی آمپر. به این ترتیب ولتاژ بیس 7 اوم هست، ولتاژ در واقع ولتاژ بیس شما، البته 7 اوم نیست، 7 اوم به علاوه، چون باید بیایید حالا اینو برش گردونید توی این مدار اصلی. ولتاژ امیتر شما هست 1 کیلو ضرب در آی سی 2.5 میلی آمپر، میبینید که میشود 2.5 ولت. ولتاژ بیس شما هست 7 اوم به علاوه 2.5، چون اینجا نگاه کنید اینجا ولتاژ امیتر بود، یه 7 اومی هم روش خواهد اومد که مقدارش میشود 3.2 ولت. و ولتاژ کلکتور شما میشه 10.7 اوم منهای 2 کیلو ضرب در 2.525، که مقداری که به ما در واقع خواهد داد این میشه، این مقدار میشه 5.5 خواهد شد، که 10.7 رو منهای این اگه من بکنم میشود 5.65 ولت. خب باز میام اینجا اون شرطم رو یه چک بکنم، چون ویلا روابط بتا و این داستان ها برقرار نخواهد بود. اگه شرطم بخوام چک کنم باید اینجا وی سی رو حساب کنم، چون که ترانزیستور NPN بود. وی سی اینجا می شود همطوری که ملاحظه می کنید 5.65 منهای 2.5 که مقدارش 3.15 هست، که بزرگتر از وی سی ای 100 هست که مقدار 0.2 رو داره. نتیجه این حرف این هستش که ترانزیستور من در ناحیه فعال و فرض اولیه من درست. این هم از در واقع بخش ب. من دو مسئله رو که در واقع دو مسئله مشابه هم هستند با دو روش حل کردم، یک بار KVL زدم و یک بار هم از انتقال مقاومت از امیتر به بیس یا بیس به امیتر استفاده کردم. مثال دو ما ولتاژ کلکتور رو خواسته، گفته است که ولتاژ کلکتور رو در این مسئله حساب بکنید. ولتاژ کلکتور یعنی اینج، این ولتاژ کلکتور رو خواسته که ما محاسبه بکنیم. باز هم من از همون فرم و روش میتونم استفاده کنم، اینجا راحت ترم هست. ببینید اینجا وی بی آنه، یعنی 7 اومه. خب اینجا 7 اوم هست، اینم ولتاژ به اصطلاح کلکتور ما هست. خب میدونید که اینجا اگر که من در واقع داشته باشم آی بیس، اینجا اگر جریان آی بیس باشه، اینجا 101 برابر یا بتا به علاوه 1 برابر آی بیس هست. پس جریانی که از 1 کیلو اوم عبور میکنه بتا به علاوه 2 برابر آی بیسه. به راحتی میتونم حالا یک KVL رو اعمال بکنم، یعنی بنویسم 10.7 ولت 10.7 برابر است با 1 کیلو در بتا به علاوه 2 برابر آی بیس افت ولتاژ روی مقاومت 1 کیلو اومی به علاوه 100 کیلو آی بیس از این مسیر. دقت بکنید که مسیر KVL من چنین مسیری است. خب به علاوه VBE آن یعنی 7 اوم مثلا، خب میشه 10.7 اوم منهای 7 اوم میشود 10. خب تقسیم بر 100 کیلو به علاوه بتا به علاوه 2 در 1 کیلو، این میشه آی بیس اگر البته ترانزیستور فعال باشد. خب که در این مسئله اگر ما بتا رو 100 در نظر بگیریم میشه 10 تقسیم بر 200 کیلو اوم تقریبا، اگر بتا رو 100 بگیریم در واقع میشه 10 تقسیم بر 200 کیلو اوم، که مقدارش در واقع خواهد شد همطوری که ملاحظه میکنیم مقدارش برابر خواهد شد با 1/20 تقسیم بر به اصطلاح کیلو، یعنی 0.05 میلی آمپر یا 50 میکرو آمپر. این جریان بیس هست. خب از اینجا به دست میاد که اون جریان
در واقع آی امیتر شما و آی کلکتور شما تقریبا با هم برابرند، تقریبا با هم برابرند، 100 برابر این هست، یعنی 5 میلی آمپر خواهد شد. خب از اینجا ولتاژ کلکتور برای شما به دست میاد که ولتاژ کلکتور می شود 10.7 منهای 5 میلی آمپر ضرب در 1 کیلو، که مقداری که برای شما به دست میاره 5.7 ولت است. خب آیا مدار فعال است؟ این مرحله آخری است که باید در هر جایی انجام بشه. VCE رو من حساب میکنم. VCE می شود اینجا 5.7 ولتاژ کلکتور منهای ولتاژ امیتر که صفره، میشه 5.7 که بزرگتر از VCE 100 هست. خب یعنی که مدار من فعاله و فرض اولیه درسته. نکته ای رو اینجا بگم، این طرز بایاس، دقت بکنید که این طرز بایاس ترانزیستور که به جای اینکه این نقطه رو وصل بکنن این بالا، میان وصلش میکنن به زیر در واقع این مقاومت کلکتور و در واقع به خود کلکتور وصلش میکنن، باعث میشه که این مدار و این ترانزیستور همواره فعال باقی بمونه. هرگز چنین ترانزیستوری بهش با نخواهد رفت. اثباتش هم اصلا کار دشواری نیست. در واقع همین چیزی که ما اینجا برای آی بی در واقع نوشتیم میتونه این رو اثبات بکنه که این هرگز به اشباع نخواهد رفت در یک همچین مدلی. خب اما مثال 3 که باز هم از ما ولتاژ کلکتور رو خواسته، ولتاژ کلکتور یعنی اینجا ولتاژ این رو خواسته از ما. خیلی خب ببینید، اینجا یک دیود داریم که ولتاژ روشن بودنش 0.7 ولت هست، وی بی آن هم 0.7 هست، یک ترانزیستور هم تکنیکی پی ام پی داریم که وی سی 100 قدر مطلقش، یعنی اینجا در واقع میشه وی سی 100 0.2 و بتا هم 100 هست. اما خواسته که این ولتاژ کلکتور رو محاسبه بکنیم. دقت داشته باشید چون بتای من بزرگه، اگر فرض کنم مثل همیشه فرض میکنیم که ترانزیستور در نهایه فعال عملکردی خودش قرار داره، جریان بیس تقریبا میتونیم بگیم خیلی خیلی کمه، نمیگم اصلا وجود نداره، ولی جریان بیس بسیار ناچیزه. پس میتونیم فرض کنیم که مدار از اینجا قطعه، میتونیم فرض کنیم که مدار از بیس قطعه. خب اینجا منفی 10.7، منفی 10 ولته، منفی 10 ولت اگر که باشه باعث میشه که این دیود روشن بشه. چرا؟ چون اگر این روشن باشه اینجا خواهد شد، این ولتاژ خواهد شد منفی 0.7 ولت. منفی 10 ولت منهای منفی 0.7 ولت میشه منفی 9.3 ولت و در نتیجه تقسیم بر 10 کیلو اگر ما بکنیمش میشود 93 میلی آمپر در این جهت از این خواهد گذشت، 93 میلی آمپر عبور میکنه، که این یعنی که ترانزیستور روشنه چون دقیقاً داره از آنود به کاتودش جریان میگذره و این همون چیزی است که ما در ابتدا فرض کردیم. پس ما در واقع میتوانیم در این مسئله در نظر بگیریم که در واقع دیود ما روشن هست. پس دیود اینجا روشنه. خب با همون نکته‌ای که من گفتم، یعنی این که جریان بیس ترانزیستور بسیار کوچکه، جریان بیس تقریباً صفره، نتیجه گیری می توانیم بکنیم که این ولتاژ این نقطه منفی 0.7، یعنی این برابر با منفی ویدی آن هست و جریان دیود تقریبا میشه همطوری که گفتم منفی 10 ولت در واقع، یا اگر که از آنود به کاتود بگیریم میشود 10 منهای 0.7 تقسیم بر 10 کیلو، تقریبا با جریان این مقاومت برابر هست، میشه منفی 0.7 منهای منفی 10 که من نوشتم 10 منهای 0.7 تقسیم بر 10 کیلو که گفتم میشه 93 میلی آمپر. خب پس این به این ترتیب به دست اومد، شد 93 میلی آمپر. خب حالا به یه مسئله رو ادامه بدیم. این منفی 0.7 هست این ولتاژ اینجا، اگر ترانزیستور من روشن باشه و در واقع در نهایه فعال هم فرضش بکنیم و این داستان ها، اینجا روی این در واقع امیتر بیسی که اینجا وجود داره یک 0.7 میره بالا، یعنی این ولتاژ اینجا یه 0.7 وجود داره، منفی 0.7 به علاوه 0.7 اینجا رو ولتاژش رو میکنه 0، پس ولتاژ این نقطه برابر با 0 میشه. 10 منهای 0 میشه 10 تقسیم بر 10 کیلو میشه 1 میلی آمپر.
پس اینجا جریان ما 1 میلی آمپر خواهد بود که کاملا روشنه دیگه، 10 تقسیم بر 10 کیلو. خب این 10 این 1 میلی آمپر میاد و تقریبا خودش از کلکتور میگذره. دلیل اینکه میگم خودش از کلکتور میگذره اینه که بتای من بزرگه، بنابراین آلفای من الان آلفا رو شما اگر حساب بکنید میبینید که آلفا برابر است با بتا تساوی بتا به 1، یعنی 100 تقسیم بر 101 و این تقریبا 1ه، یعنی آیه امیتر و آیه کلکتور تقریبا با هم برابر هستند. پس اینجا هم تقریبا همون 1 میلی آمپر عبور میکنه. این 1 میلی آمپر میاد از 5 کیلو میگذره، 5 ولت این دو سر اختلاف پتانسیل ایجاد میشه که در نتیجه 5 ولت با منفی 10 ولت میشود منفی 5 ولت. پس توی کلکتور همونطوری که روی شکل توضیح دادم میشود منفی 5 ولت. خب دو تا چیز رو باید بررسی بکنیم. یکی این که اولین چیزی که باید بررسی بکنیم این هستش که با این اوصاف آیا خدشه‌ای در اون محاسبات اولیه من ایجاد میشه یا که خیر خدشه‌ای نداره. ببینید VEC در واقع اینجا باید VEC خودمون رو حساب بکنیم. VEC نها کنیم ولتاژ امیتر صفره، منهای ولتاژ کلکتور که منفی 5ه میشه 5 و این بزرگتر از VEC 100. پس میبینیم که نه، اینجا که اوکی هست و این در واقع در ناحیه فعالش داره عمل میکنه. دومین نکته این بود که آیا دیود روشن باقی میماند. ما فرض کردیم که جریان بیس چنده؟ جریان بیس رو فرض کردیم که در واقع صفره. حالا بیایم جریان بیس واقعی رو محاسبه بکنیم چقدره. میشه 1 میلی آمپر جریان کلکتور تقسیم بر بتا که 100 هست، میشود چقدر؟ میشه 10 میکروامپر. میشه 10 میکروامپر. خب 10 میکروامپری که اینجا در بیس میاد، ببینید اینجا 10 میکروامپره و اینجا 930 میکروامپر بود. خب پس جریان دیود واقعی ما اگر شما اون KCL رو اونجا دقت بکنید میشود 920 میکروامپر و کماکان روشن نگرش میداره. پس فرض اولیه ما که روشن بودن اون دیود و روشن بودن و در اشباع نبودن ترانزیستور بود کاملا صحیح هست و ولتاژ کلکتوری که به دست آوردیم یعنی منفی 5 ولت هم کاملا درسته. بسیار خوب، این هم از مسئله شماره و مثال شماره در واقع 3 که با هم دیدیم و حل کردیم. مثال شماره 4 گفته پس از چه مدتی ترانزیستور به اشباع میره. این هم مسئله بسیار زیبایی است، دقت بکنید بهش که مسئله جالبی رو میتونه داشته باشه. بتای ما اینجا دقت بکنید که بسیار بزرگ داده شده، یعنی بتا به سمت بی نهایت میره. هر وقت این رو میبینید اگر که ترانزیستورتون در ناحیه فعال باشه منظور این هست که آیه بیس صفره، آیه بیس صفره اگر که همطوری گفتم ترانزیستورتون البته فعال باشه. خب ما اول فرض میکنیم ترانزیستور فعاله همطوری که قبلا دیدیم. اینجا جریانی جریان بیس برای صفره، جریانی عبور نمیکنه. 10 این زنر هم در واقع چون اینجا 10 ولته و از ولتاژ زنری شکستش بیشتره احتمالاً شکسته، نمیدونیم البته ولی احتمالاً شکسته، بنابراین اینجا خواهد شد و این ولتاژ این دو سر همین 57 هم خواهد بود، میشه 10 منهای 57 هم یعنی 4.3 ولت. خب 4.3 ولته و اینجا یک جریانی خواهد گذشت 4.3 میلی آمپر که همین جریانی است که از در واقع دیود زنر هم عبور میکنه و جریان چون نسبتاً زیادیه بنابراین واقعا دیود زنر شکسته نسبت به اون ISی که داشت خیلی بیشتره، بنابراین شکسته و این فرض ما درسته. پس اینجا شد 4.3 ولت. VEB آن این ترانزیستور PNP 0.7 4.3 با 0.7 میشود 5 ولت. دقت بکنید که این VEB در واقع ولتاژ اینجا خواهد بود که مقدارش 0.7 4.3 با 0.7 میشود 5 ولت. بسیار خوب، پس اینجا هم شد 5 ولت. اینجا 5 ولته، اینجا 10 ولته، 10 منهای 5 میشود 5 ولت. 5 ولت ولتاژ دو سر مقاومت 1 کیلویی است. در واقع چیزی که دارم میگم این هست که ولتاژ دو سر مقاومت 1 کیلویی برابر با 5 ولته. در نتیجه جریان آیه امیتر که همون جریان مقاومت 1 کیلویی هم هست میشود 5 تقسیم بر 1 کیلو یعنی 5 میلی آمپر. خب چون بتا بسیار بزرگه آیه کلکتور
در واقع آلفا برابر یک، آی کلکتور برابر با آی امیتر هست و برابر با آی این خازن هست، این خازن سی، و در واقع برابر با چقدر هست؟ برابر با خود 5 میلی آمپره، برابر با خود 5 میلی آمپر هست. پس اینجا من می‌نویسم مادامی که ترانزیستور فعال باشد، که دیدیم از اولش هست، فعال باشد، جریان ثابت 5 میلی آمپر خازن را شارژ می‌کند. خازن را شارژ می‌کند. دقت کنید، خیلی خیلی مهم هست. مادامی که ترانزیستور فعال باشد، همطوری که دیدید، جریان ثابت 5 میلی آمپر خازن رو شارژ میکنه. خب این خیلی 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 مطلب مهمی است. خب اگر که خازن شارژ بشه با 5 میلی آمپر، میخوایم ببینیم چقدر وقت طول میکشه تا این به اصطلاح مدار ما، ترانزیستور ما اشباع بشود. در حالت اشباع، همونطوری که من بارها عرض کردم، VEC برابر با VEC 100 میشه. یعنی آستانه اشباع، آستانه اشباع چه حالتی است؟ حالتی که VEC برابر بشود با VEC 100. خب یعنی این خازن شروع میکنه شارژ شدن با اون جریانی که واردش میشه و ولتاژش اینطوری میره بالا. ولتاژش شروع میکنه شارژ شدن، میره بالا. خب این ولتاژی که به این ترتیب داره بالا میره با اون جریان، در یک زمانی به VEC 100 میرسه. در اونجا هست، یعنی یه کاری میکنه که VEC بشه VEC 100. در اونجا هست که ترانزیستور من اشباع میشه و دیگه بر واقع مدار من در نهایه فعالش کار نمیکنه. پس VEC باید بشه VEC 100 که مقدارش هم 0.2 به ما داده شده. خب این یعنی این که ولتاژ امیتر که 5 ولته، ولتاژ کلکتور باید بشه 5 منهای 0.2، یعنی 4.8 ولتاژ کلکتور آستانه در واقع اشباع، و بشه 4.8 که ولتاژ کلکتور همون ولتاژ خازن هست. دقت دارید، ولتاژ کلکتور همون ولتاژ خازن، یعنی این نقطه. خب پس باید این نقطه بشود 4.8. اما ما میدونیم که ولتاژ خازن برابر است با خازن ظرفیتش، در واقع ولتاژ خازن برابر است با این، در چی؟ در چه مقداری خواهد بود؟ در واقع اگر بخوام بهتر این رو بنویسم، درست‌تر اگر این رو بخوام بنویسم، باید بنویسم که در واقع Q برابر است با C در V. Q برابر با C در V خواهد بود. خب Q میدانید که در واقع برابر است با I، یعنی جریان در دلتای T. این رو میدونیم، یعنی این چیز روشنی است که کیو برابر با سی وی هست در یک ترانزیستور، در یک خازن، و از طرفی کیو میدونیم که جریان ضرب در زمان عبور جریان هست. بر این اساس دلتا تی که این به اشباع، به آستانه اشباع برسه، به دست میاد. سی شما 1 میکروفاراد هست. وی که این قراره بهش برسه از 0، در واقع این سی دلتا وی درست تره که بنویسم، از 0 رسیده است به 4.8 ولت. پس می شود 1 میکرو ضرب در تفاضل این ولتاژ که 4.8 هست. دقت کردید که گفته شده خازن پیش شارژی نداره، یعنی خازن وی سی 0 منفی برابر با 0. بنابراین می شود دلتا تی 1 میکروفاراد ضرب در 4.8 تقسیم بر آی هم که دیدیم 5 میلی آمپر بود. این رو اگر من محاسبه بکنم، جواب به دست خواهد آمد. 4.8 تقسیم بر 5، 0.96 میشه. 0.96، دقت بکنید که در واقع این میلی ثانیه هست. 0.96 میلی ثانیه طول خواهد کشید تا ترانزیستور من از ناحیه فعالش وارد ناحیه اشباع بشه. بسیار خوب. نه، مسئله ای بود در حوزه ترانزیستورهای BJT. مسئله بعدی ما که مسئله شماره 5 هست، گفته جریان امیتر
Q3 رو محاسبه کنید. منظور این جریان در واقع هست. این جریان آی امیتر Q3 رو از ما خواسته است که در واقع محاسبه بکنیم. خب بریم وارد این مسئله بشیم، ببینیم که چطور میتونیم در واقع این محاسبه خودمون رو انجام بدیم. بتا رو هم به شما 100 داده، 100 ولت نیست، این 100 هست. بعد بتا رو به شما 100 داده و خواسته که مسئله رو حل بکنیم. خب ببینید این ترانزیستور Q1 اگر که روشن باشه اینجا خواهد شد، شما قبول دارید که میشه 0.7 ولت VBE آن خواهد شد. 10 ولت که این بالاست منهای 0.7 میشود 0.3، 0.3 ولت به 0.3 کیلو اوم میشود 1 میلی آمپر. پس اینجا 1 میلی آمپر جریان بیس Q1. خب اگر Q1 در ناحیه، دقت کنید، اگر Q1 در ناحیه فعال باشد، Q1 فعال باشه، دیدید که آیه بیسش به دست اومده 1 میلی آمپر، آیه کلکتورش به دست میاد 100 میلی آمپر. خب اگر 100 میلی آمپر از کلکتور Q1 عبور بکنه، یعنی این جریان 100 میلی آمپر باشه، زد در 10 کیلو که میشه 1000 ولت، 1 کیلو ولت. خب 1 کیلو ولت در واقع اصلا ما نمیتونیم ایجادش باشیم، چون حد اکثر ولتاژمون 10 ولته. نتیجه گیری ما این هستش که در واقع وقتی که همچه اتفاق بیفته، ولتاژ کلکتورش در واقع خواهد شد منفی مثلا 1000 ولت، که این غلطه. پس ما متوجه میشویم که در واقع این تناقض داره، متوجه میشویم که در واقع Q1 من در ناحیه اشباه هست، Q1 اشباه. حالا با فرض این که Q1 اشباه هست، مسئله رو من ادامه میدم. اگر Q1 اشباه باشه، آی بیسش کماکان همان آی بیس 1 همان در واقع 1 میلی آمپرمون خواهد بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در حالت اشباه هم ترانزیستور کماکان روشنه، بنابراین VBE همون VBE آنه. اما دقت داشته باشید که VCE من حالا برابر با VCE 100 قرار میگیره، برابر با VCE 100، VCE 1 البته، برابر با VCE 100 قرار میگیره که مقدار 0.2 رو داره. پس ولتاژ این نقطه، یعنی ولتاژ کلکتور Q1، 0.2 ولت این بار در حقیقت خواهد شد، که این بسیار بسیار مطلب به اصطلاح مهمی هست. خب این به این ترتیب ما به دست آوردیم که اینجا ولتاژ برابر با به اصطلاح 0.2 هست. خب بقیه مسئله رو به چه ترتیبی حل میکنیم؟ بقیه مسئله به این ترتیب حل میکنیم که خب میدونیم دوتا ترانزیستور میتوانن روشن باشن، شرط الزامی نیست ولی میتوانن در واقع روشن باشن. اگر این IE3 باشه، جریان امیتر Q3، جریان بیس Q3 میشود تقریبا 0.01 یا 0.01 IE3، که زیاد هم در واقع با هم دیگه تفاوتی نداره. پس جریان آیه بیس به اصطلاح Q3 که همون، نگاه کنید، آیه امیتر Q2 هست در واقع، برابر با IE3 هست تقسیم بر 100، دقت میکنید، که برابر است با، که حالا نمیدونیم چقدره، اما آیه بیس Q2، آیه بیس Q2 این جریان برابر است با آیه امیتر Q2 تقسیم بر 100، که میشه آیه امیتر 3 تقسیم بر 10000. خب آیه امیتر 3 هر چقدر هم که باشه، وقتی تقسیم بر مثلا چقدره دیگه، نهایت شما دقت کنید میتونه 10 میلی آمپر باشه. چرا؟ چون که میشه 10 ولت و ما نمیتونیم بیشتر از 10 ولت اینجا تفاوت داشته باشیم. 10 میلی آمپر تقسیم بر 10000، یعنی 10 کیلو، بسیار بسیار جریان کوچکی میشه، در واقع میشود 1 میکروآمپر. پس جریان این بیس Q2 حد اکثر آیه بیس 2 ماکسیموم 1 میکروآمپره، که بسیار ناچیزه و من میتونم ازش صرف نظر کنم، یعنی از این جریان بیس اینجا میتونم صرف نظر کنم و این رو تقریبا مدارباز در نظر بگیرم. خب این بسیار مطلب در واقع مهمی هست برای ما. خب اگر من چنین کاری رو انجام بدم، شما به راحتی میتونید مسئلتون رو الان حل بکنید با توجه به ولتاژها.
با توجه به ولتاژ ها می شود به راحتی مسئله رو حل کرد. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که اینجا من مقدار به اصطلاح این ولتاژ رو، یعنی ولتاژ بیس 2 رو میدونم چقدره. ولتاژ بیس 2 هستش دو تا وی بی آن مربوط به Q2 و Q3 که 0.7 هست. در واقع این ولتاژ ها رو عرض میکنم، این ولتاژ ها، این ولتاژ و این ولتاژ، دو تا وی بی آن که مقدارش هست در واقع 1.4، یعنی میشود دو تا وی بی آن به علاوه این ولتاژ که هستش آی ای 3 در 1 کیلو، آی ای 3 در 1 کیلو او، این برابر با وی بی 2 هست که مقدارش میشود 1.4 به علاوه آی ای 3 در 1 کیلو. خب این شد ولتاژ بیس 2. یک KCL در اون نقطه من می‌نویسم با فرض اینکه جریان بیس 2 وجود نداره و تقریبا صفره. خب ببینم چه باید بنویسم. باید بنویسم 10 منهای وی بیس 2 تقسیم بره، دقت بکنید این جریانی که داره از این بالا میاد، تقسیم بره 10 کیلو برابر است با جریانی که میره پایین، یعنی همون وی بی 2 تقسیم بره منهای 0.2 تقسیم بره 10 کیلو. این جریان میشه چی؟ میشه این ولتاژ وی بی 2، دقت کنید، منهای این ولتاژ 0.2 تقسیم بره 10 کیلو، وی بی 2 منهای 0.2 تقسیم بره 10 کیلو. از اینجا چیزی که ما به دست میاریم این هست که وی بی 2، دقت نگاه کنید، میشه وی بی 2 برابر است با 10.2 تقسیم بره 2 که میشود 10.2 تقسیم بره 2 میشه 5.1 ولت. این وی بی 2 بود. خب از وی بی 2 به راحتی میتوانم آی ای 3 رو به دست بیارم. چرا؟ چون طبق همین رابطه‌ای که من اینجا نوشتم وی بی 2 برابر است با 1.4 به علاوه آی ای 3 در 1 کیلو. پس وی بی 2 رو داشته باشم، آی ای 3 رو هم که جواب من هست، امیتره، جریان امیتر کیوسه رو به دست میارم، میشه 5.1 منهای 1.4 تقسیم بر 1 کیلو که مقداری که در واقع در اینجا به ما میده 3.7 هست. بله میشه 3.7 میلی آمپر جریانی است که داره عبور میکنه. بسیار خوب، ناکنی 3.7 میلی آمپر اگر من اینجا بذارم، فرضمون ببینیم درست فرض هایی که کردیم یا نه. ببینید الان ولتاژ این نقطه، ولتاژ امیتر Q3 میشود 3.7 ولت با این حساب، یعنی 3.7 میلی آمپر در 1 کیلو میشه 3.7 ولت. VCE این رو اگر حساب کنید میشود در واقع 6.3 ولت که از VCE 100 بیشتره و در نتیجه این ترانزیستور فعاله و این فرضمون درست بوده. کجا از این فرض استفاده کردیم؟ در این جایی که اینا رو نوشتیم و تقسیم بر بتا کردیم از این فرض استفاده کردیم. Q2 چطور؟ ببینید الان ولتاژ بیس Q3 که همون امیتر Q2 هست، این ولتاژ میشود 3.7 به علاوه 0.7 وی بی آن Q3 که میشود در واقع 4.4. خب 10 منهای 4.4 که همون وی سی ای Q2 رو برابند و خواهد داشت، مقدارش میشه 5.6 که این هم از وی سی 100 بیشتره، بنابراین Q2 هم در نهایه فعالشه. پس این فرض ها درسته. حالا ببینیم فرضی که کردیم که آی بیس 2 تقریبا صفره و خیلی کوچکه چطور. ببینید آی ای 3 شد 3.7 میلی آمپر، آی ای 3 شد 3.7 میلی آمپر تقسیم بر 10000ش اگر من بکنم، طبق این رابطه‌ای که اینجا داریم تقسیم بر 10000ش در واقع اگر بکنم میشه 0.37 میکرامپر. بسیار بسیار جریان کوچکی است و واقعا قابل صرف نظر کردن در برابر این جریان هایی است که در این دو سر در واقع در این KCL ما نوشتیم و به دست آوردیم. چرا؟ چون این جریان ها رو شما اگر حساب بکنید میبینید که میشه تقریبا 500 میکرامپر، ولی این جریانی که ما داریم زیر نیم میکرامپر، بنابراین میتوانیم به راحتی ازش صرف نظر بکنیم از جریان بیس. البته میشه دقیق‌تر این رو با یک بار دیگه مجدد حل کردن
با داشتن این بار مقدار بیس تصحیح کرد و با یکی دو بار حل به جواب دقیق رسید، ولی نیازی بهش نداریم چون این جواب کاملا راضی کننده است. اما مثال 6 و آخرین مثال ما این است که آر ماکس را برای فعال ماندن مدار تعیین کنید، یعنی حد اکثر این مقاومت آر چقدر باشد در این مدار تا فعال باقی بماند. خب دو ترانزیستور داریم، یک ترانزیستور PNP یعنی Q2 با بتای 100 و یک ترانزیستور NPN با یعنی Q1 با بتای 200. R را چگونه تعیین بکنیم تا این در واقع در ناحیه فعال خودش باقی بمونه؟ بسیار خوب، خیلی ساده هست، هر دو باید در واقع در ناحیه فعال خودشون باقی بمونن. خب ببینید این Q2 اگر که روشن باشه این ولتاژ VEB دو سر این 0.7 ولت، 10 منهای 0.7 میشه 9.3، پس اینجا میشه 9.3 ولت. این Q1 اگر روشن باشه این ولتاژ دو سر 0.7 ولته، 9.3 منهای 0.7 میشود 8.6 ولت. 8.6 ولت تقسیم بر 8.6 ولت تقسیم بر 8.6 کیلو می شود 1 میلی آمپر. پس این جریان 1 میلی آمپر هست، که این جریان اگر از جریان بیس این تقریبا ما صرف نظر بکنیم همین جریانی است که از کلکتورش هم داره عبور میکنه. خب میگه آره ماکس چگونه باشه که این نواد نهایی فعالش باقی بمونه؟ بسیار خوب، اینجا اگر 1 میلی آمپر باشه شما به من در واقع این اجازه رو میدید که بگم جریان بیس هستش تقریبا 1 بتاوم این 1 میلی آمپر، 1 تساوی بتا علاوه 1 برابر 1 میلی آمپر، یعنی جریان امیتر، که حالا چون بتای ما بزرگه تقریبا میتونیم بگیم 1/200 این 1 میلی آمپره و این برای ما یعنی در واقع 1 میلی آمپر. پس جریان بیس 1 برابر است با جریان امیترش تقسیم بر 200 یا 201 که تقریبا همون 200 بگیریم فرقی نمیکنه، میشه 1 میلی آمپر تقسیم بر 200 که همونطوری که شما در واقع ملاحظه میکنید این در واقع خواهد شد 5000 -3 میلی آمپر یا 5 میکرو آمپر خواهد شد در واقع. خب بسیار جریان کوچکی است، 5 میکرو آمپر رو ما اینجا خواهیم داشت. خب این 5 میکرو آمپر شد. ببینیم شروط به اصطلاح این که این ترانزیستورها در واقع در ناحیه فعال خودشون کار بکنن چی هست؟ اگر اینجا رو من یه ولتاژی بگیرم به نام ولتاژ VSC، نگاه کنید بالای VECش VEC Q2 VEC Q2 میشود 10 منهای V کلکتور یعنی VSC. خب این باید بزرگتر از 0.2 باشه، شما قبول دارید که این باید بزرگتر از 0.2 باشه، پس VSC باید کوچکتر از 9.8 ولت باشه. خب برای ترانزیستور این برای ترانزیستور Q2 بود، برای ترانزیستور Q1 چه خواهیم داشت؟ برای ترانزیستور Q1 داریم VCE1 برابر با چه هست؟ برابر با VSC منهای این هم که ولتش رو داریم 8.6، باید بزرگتر از 0.2 باشه، پس VSC باید بزرگتر باشد از همطوری که ملاحظه میکنید 8.8. پس VSC باید بین دو مقدار قرار بگیره، بزرگتر از 8.8 و کوچکتر از اگر اشتباه نکرده باشم بله 9.8. در واقع در این فاصله و در این بین میتونه VSC من قرار بگیره. خب اما ببینیم VSC چیست. اگر من فرض کنم که به اصطلاح یک جریانی از این به اصطلاح آر به عنوان آی آر عبور میکنه، میبینم به راحتی که در واقع وی اس سی برابر است با ولتاژ این نقطه یعنی 9.3 منهای افت ولتاژ روی مقاومت آر یعنی آر ضرب در آی آر. خب این باید در واقع در اون ناحیه که میبینید باشه. خب ببینید اگر که من مدارم رو در حقیقت فعال فرض بکنم، مقاومت R رو اگر به گونه مناسبی طراحی بکنم که حالا خواهیم دید، میتونیم تقریبا بگیم که جریان این IR اونقدرها زیاد نخواهد بود در برابر این 1 میلی آمپری که اینجا ما خواهیم داشت،
و تقریبا همین 1 میلی آمپر از کلکتور Q2 هم عبور میکنه. اگر این فرض رو بپذیرید از من که این 1 میلی آمپر از کلکتور Q2 هم تقریبا عبور میکنه، جریان بیس Q2، جریان بیس Q2 یعنی آی بیس 2 خواهد شد، با توجه به اینکه فرضمون اینه که در ناحیه فعال هست، خواهد شد 1 میلی آمپر تقسیم بر بتای 2 به علاوه 1. بتای 2 یعنی 100، که مقداری که به ما خواهد داد همطور که ملاحظه میکنید 10 میکروآمپر هست، یعنی اینجا میشه 10 میکروآمپر. خب این شد 10 میکروآمپر. 5 میکروآمپرش اینجا رفت، پس آی آر به دست میاد. آی آر میشود 10 میکروآمپر منهای 5 میکروآمپر که میشود 5 میکروآمپر. خب آی آر به دست میاد 5 میکروآمپر، پس 9.3 منهای آر در 5 میکروآمپر باید بین 8.8 تا 9.8 قرار بگیره. یعنی اینکه منفی آر در 5 میکروآمپر باید بین منفی نیم ولت، اگر من اشتباه نکنم بله، منفی نیم ولت و نیم ولت قرار بگیره. و باز این در واقع یعنی اینکه آر ضرب در 5 میکروآمپر، آر ضرب در 5 میکروآمپر باید بین منفی نیم و نیم باشه، که این ورش همیشه صادقه، این ور همیشه صادق هست، چون آر مثبت، آر منفی ما نداریم اینجا. بنابراین باید این سمت رو ما درست کنیم، یعنی آر ضرب در 5 میکروآمپر باید کوچکتر از نیم ولت باشه، و این یعنی که آر ماکسیموم ما می شود نیم تقسیم بر 5 میکروآمپر، یعنی 0.1 مگاوم یا 100 کیلو. پس حد اکثر مقاومتی که ما می توانیم داشته باشیم تا این ترانزیستور ما، در واقع مدار ما، هر دو ترانزیستور فعال باقی بمانند، در واقع 100 کیلو اومه. حالا یه نکته رو همینجا من به عنوان تتمه بحث بگم. دقت بکنید که ما گفتیم این شرط همیشه صادقه، چون اینجا منفی داشت، این شرط یعنی این شرط. این شرط مربوط به چی بود؟ مربوط به کدوم ترانزیستور بود؟ مربوط به این ترانزیستور Q2 بود. پس نتیجه این که Q2 همواره اینجا اشپایه. Q2 همواره، ببخشید، همواره فعاله. اما Q1 میتواند به اشباع برود. برای اینکه نره کافیست که میتوانش ببره. برای اینکه نره کافیست که ما در واقع آر ماکس رو حد اکثر آری که قرار میدیم 100 کیلو اوم باشه، آرمون کمتر از 100 کیلو باشه. یک مطلب دیگه هم این که ببینید این فرضی که ما کردیم 1 میلی آمپر از اینجا بگذره درسته، با این اوصاف در واقع این فرض غلطی نیست، و وی سی تابعی از مقدار مقاومت آر خواهد بود، که مثلا اگر 10 کیلو ما این رو قرار بدیم، 10 کیلو در 5 میکروآمپر مثلا میشود در واقع 50 میلی ولت، و خیلی خیلی در واقع وی سی نزدیک میشه به همون 9.3، و این باعث میشه که هر دو تای اینها، یعنی ترانزیستور Q2 و ترانزیستور Q1، در ناحیه در واقع فعال خودشون باقی بمونن. بسیار خوب، امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.